Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala man la nebiye ba'da. Amma ba'da, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kitab-i şerhi ders-hoy mühim baroyi umumi ümmet. Ders-i duvum. Ders-i duvum esas-hoy İslam. Bayan-i esas-hoy pengane-i İslam ve avval-i büzürkterini an güvahi dadan ve inki nes ma'budi barhaq ve cüz Allah ve inki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Allah est. Ve şerhi manayı on bu bayanı şartı la ilahe illallah ve manayı on la ilahe hama on çize ki bejüz Allah parastide meşavad nefî meknad. İllallah ibadet ra berayı Allah'ı yegane ki u ra şerike nez ispat meknad. Ve amma şartı la ilahe illallah pas şartı zerin est. Yakım ilme ki cehl ra nefî meknad. دوم یقینه که شک را نفی میکند. سوم اخلاصه که شرک را نفی میکند. چهارم صدقه که دروغ را نفی میکند. پنجم محبته که بدبینی را نفی میکند. ششم فرمانبرداریه که سرکشی را نفی میکند. هفتم قبوله که رد کردن را نفی میکند. هشتم و کافر شدن به اون چیزه که به جز الله پرستیده میشود. با بیان نمودن شهادت این که محمد رسول الله و بیان تقاضای آن تصدیق او در آن چیزی که خبر داد و طاعت او در آن چیزی که دستور داده و از آن چیزی که من و سرزنش کرده است پرهیز کردن و این که الله تعالی پرستیده نشود مگر با آن چیزی که در شرع گذاشته است. سپس برای طالب بقیه اساسهای پنجگانه اسلام را بیان میکند و آن نماز، زکات، روزه رمضان و حج خانه الله برای کسی که توانایی به آنجا رفتن را دارد. ارکان لا اله الا الله، نفی کردن لا اله، نفی کردن همه چیزهایی که به جز الله پرستیده میشود، به طاغوت کافر شدن. ارکان لا اله الا الله، یکم نفی کردن، دوم اثبات کردن. نفی کردن لا اله الا الله، نفی کردن همه چیزهایی که به جز الله پرستیده می شود، به طاغوت کافر شدن. دوم اثبات کردن لا اله، اثبات کردن عبادت برای الله یگانه، به الله ایمان آوردن است. کلمه اخلاص دو اساس دارد. آنها نفی و اثبات کردن است. پس آن دو را حفظ نما. شرح شرط های لا اله الا الله. شرط های لا اله الا الله به مانند دندانه های کلید می باشد. پس کلمه لا اله الا الله کلید جنت است و کلید نمی کشاید مگر با دندان. و بنابراین هر آن چیزی که در قرآن و سنت آمده است که کسی لا اله الا الله گوید پس او را این چنین است. پس برای حاصل کردن اجر و ثواب تحقیق این شرط ها ضروری و آن هشت شرط است. یکم دانستن معنای آن و ضد علم ندانستن معنای آن است. پس کسی معنای آن را نداند با آن فایده نمی گیرد و برای این کسی که می خواهد در دین اسلام داخل شود لازم است که معنای آن را بداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی بمیرد در حالی که می داند که معبودی بر حق جز الله نیست داخل جنت می شود. این حدیث را امام مسلم روایت کردند. شرط دوم یقین، یعنی 100% یقین داشته باشد. پس اگر 1% هم در کفر به طاغوت شک آورد یا بیستد یا دودیله شود یک تا پرست نیست. و اگر در کفر یهود و نصارا که دعوت محمد صلی الله علیه و سلم به آنان رسیده است شک کند پس او یک تا پرست نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله و این که من رسول الله هستم. بنده با این دو الله را وا نمی خورد در حالی که با این دو شک ندارد مگر که داخل جنت می شود. حدیث با روایت امام مسلم. شرط سوم اخلاص. پس کسی در آن خودنمایی کند یا مرتکب شرک اکبر شود مثل کسی که غیر الله را می پرستد پس او را فایده نمی دهد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند با سعادت ترین مردم به شفاعت من کسی است که لا اله الا الله را خالص از قلبش یا نفسش بگوید. لا اله الا الله را خالص از قلبش یا از نفسش بگوید می باشد. حدیث با روایت امام بخاری.
شرط چهارم راستگویی. پس کسی آن را از روی دروغ گوید مانند منافق، پس او را گفتن آن فایدهش نمیدهد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند کسی نیست که شهادت میدهد که معبودی بر حق جز الله نیست و اینکه محمد بنده و رسول است از صدق دل، مگر اینکه الله او را بر آتش دوزخ حرام میگرداند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. شرط پنجم محبت. پس الله را دوست می دارد و یگان کس را با او دوست نمی دارد و همه کسانی را الله به محبت آنان هم کرده است دوست می دارد و ضد آن بدبینی است و برای این از فاسد کننده های اسلام است. کسی بد بیند آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است و آن چی با آن عمل هم کند کافر می شود. الله تعالی می فرماید و از مردم کسانی هستند غیر از الله همتایانی را انتخاب می کنند و آنها را مانند دوست داشتنی الله دوست می دارند. شرط ششم فرمانبرداری، یعنی به آن عمل کردن ضروری است. پس کسی با آن عمل نکند پس او را فایده نمی دهد. الله تعالی می فرماید نسوگند به پروردگارت که آنان ایمان نمی آرند مگر اینکه در اختلاف های خود تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. شرط هفتم قبول کردن. پس قول یا عمل یا با آن اعتقاد کردن را رد نمی کند. الله تعالی می فرماید آنها در دنیا چنان بودند که چون به آنها گفته می شود معبودی بر حق جز الله نیست، سرکشی و تکبری می کردند و می گفتند آیا ما معبودانمان را به خاطر سخن شاعر دیوانه رها کنیم؟ شرط هشتم کفر ورزیدن، یعنی هر چیزی که به جز الله پرستیده می شود پس پرستش آن باطل است و شایسته نیست که چیزی به جز الله پرستیده شود. در کلمه اخلاص بدن قول، عمل و اعتقاد ضروری است.